سلام، خیلی خوش اومدیم به ریاکشن رکورد. اومدیم با یک ویدیوی دیگه از آلبوم فرشاد نویسنده. بعد از اینکه ترک تماس رو گوش دادیم، سپیده خیلی خوشش اومد از اون ترک و گفت میشه یه ترک دیگه مثلا از همین آلبوم بشنویم، و منم گفتم چرا که نه، چون من خودم خیلی حال کردم با ترک تماس. به حال اگه ویدیو قبلی رو دیدید، این ادامه همون، ما این ویدیو بعدیش رو گرفتیم. در جریان این موضوع باشید شما. خیلی مخلصیم، بریم که بشنویم ترک. میخواییم آغوش رو بشنویم امروز. تا پنجمین ترک آلبومه آغوش، پی تی یک، فکر میکنم پارت یک پارت میتونه معنی بده همچون چیزی. بریم که گوش کنیم ترک. Hustle out, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. یعنی جوونا رو همه رو با این موضوع آشنا کنه، با این بودم آشنا بکنه، خیلی خفن. وقتی خوره فکری زیاد میشه واقعا به کجا میرسی؟ و داره نشون میده که به کجا میرسی. چون ترک تسخیر هم داشت میگفت اتفاقا دارن خون میشن زیر در میان تو دیگه. خیلی خفن بود اون کارم. بریم که بشنویم دیگه چاکرین، بریم گوش کنیم ترکو. آره دیگه تو این بریم همینو. اصلا ببین کاراش چجوری شروع میشه. به خدا چشماتو ببندی اسم کنی دوره رومانی نشستی مثلا داری همچنین ترکی گوش میدی. اون وهم، اون صدا، اون تون، اون ملودی خیلی خفنه واقعا. و اصلا من دیگه باور نمی کنید انقدر مست این کار شدم، اصلا دیگه کار ندارم این ویدیو رو میخوام بذارم روی یوتیوب. واقعا کار خفنه، درگیرم کرده. کش و قوسی ظریف میرخصی پیش چشمم، قلبم سینم و شکافت، فهمیدم چیه دلبر. بیرون زدم از غار مسلوب شروع قمار، افتادم توی چشماش دروازه های خمار. دست و نشون داد قلب رو بود پارو تکون. افتادم تو چشماش دروازه های خمار، یعنی میگه چشماش برای من یه دروازه بود که خمار بود، یعنی من همراه داشتم، امکان داشت برم توش تو اون دروازه، ولی خب خماریش هم باید میکشیدم. قشنگ اینجوری که توضیح داد من احساس کردم یه چیز نرم، انگار اسم میکنم یه ترک تقریبا لاوه. آره این، آره انگار لاوه یکم. و اینکه داره نشون میده که میگه من چجوری مسلوب عشق شدم، درستا داره قشنگ داره توضیح میده، چون میگه قلبم سینم و شکاف. آره من فهمیدم چیه دلبر. آره اینجوری بود، سینم و شکاف رفت توی قلبم و فهمیدم چیه دلبر. بریم که بشنویم. دروازه های خمار، دست و نشون داد قلب رو بود پارو تکون داد مغز رو بود. چاله نافش خورد منطقم و بند به بند من رو بود. بهم گفت که ازم شعر نمیگی، گفتم از شعر که شعر نمیگم. خندید تمام من، گفت چاله چاله نافش بند بندم و خورد، بند بندم و برد، منطقم و کشت. میگه گفت از من شعر نمیگی، گفتن از شعر که شعر نمیگن. چقدر زیباست لاوش. بود بهم گفت که ازم شعر نمیگی، گفتم از شعر که شعر نمیگن. خندید گفت رنگت پریده، گفتم فوت کنی زنده میشم. آروم با کمر یه چرخی زد، برگشتید نگام یه بردیگه از، فهمید حس گناه میخوردم. گفت تفلکی رو ببین چه ترسیده است. تاب داد ماشو، گفت کی گفته لذت نبری، زندگی نمیارزه به در بدری، اصلا کی گفته نازم و کم بخری. گفتم یادم نیست مال قدیمه، دلیل همینه که حال من اینه، انگاری لطافت رشدم نمیده، علت احساس لال من اینه. یعنی حرفات گوش نمیخوان، آوازش توی شهرها پیچیده، هوا سردتر میشه ها، یعنی گرمای آغوش نمیخوای. حرف اخ این آغوشو چقدر جای خوبی آورد. آفرین یاد چون داشت ازش به عنوان یکی سوال میپرس. آره. میگو بینیم مثلا تو دلت لذت نمیخواد. آره. تو مثلا هوا داره سرد میشه، دلت آغوش نمیخواد، دلت نمیخواد مثلا با یکی باشی. آره میگه من حرفای قشنگ زدن بلد نیستم. بعد اینجا شیک و خود اصلا وای پشمون. خیلی کار قشنگه واقعا. من چون دیگه کلمات واضحه پاس نمیزنم. آره. که ریتم کار دستتون بیفته. آره ولی قشنگ داستانه دیگه. بعد اون با این ستوات توناج صدا هم عوض میشه. آره میگه من حتی به خاطر گناهش هم مثلا بهش نگاه نمی کردم و میگه بابا ول کن این چیزا رو، بی خیال مثلا و بی خیال. آره. هوا سردتر میشه ها، یعنی گرمای آغوش نمیخوای. حرف زد ریخت ترسم بهم دست برد زد در رفت. من آواره توی شهرش، اون آواز ناب مقصد.
آواز نام مقصد، میگه اون راه خودش نمیرفت، من آواره بودم تو شهرش. میگه منو به من دستبرد زد و رفت. چون دزدی فقط این نیستش که یارو صرفا بیاد مثلا واچ شما، ساعت شما رو مثلا بدزده، گوشی شما رو بدزده، بیاد به شما دستبرد احساسی هم بزنه، یا دل شما رو ببره اصلا، اونم به نوعی دستبرد دیگه، دستبرد احساسی. ایموشنال دمیج. میگه منو ول کرد توی شهرش، یعنی ببین یه دنیایی واسش درست کرد، چشماشو رو دروازه توصیف کرد دیگه. آره، یه دنیایی براش درست کرده که یه شهر رو توش گیر کردی و نمیتونی بیای بیرون. خیلی ها که علاوه احساسی گیر کردن توی شرایط احساسیشون و طرف احساسیشون هم رفته، چقدر شد احساسیشون ناره. رفته کاملا میفهمن که داره چی میگه برادر عزیزمون. بیش بدی خیلی باره. اجازه بده، اجازه بده. کامل رفت من آواره توی شهرش، آواز ناب مقصد. چه ملودی های قشنگی، یاد سمفونی بتهوون میندازه. موزیک صحبت میکنه، یه حال سرمستی و عاشقی و حال بدی و اینا داشته اینجوری. این ملودیش یه خورده شبیه تایم هانس زیمر، البته اون یه خورده کیکو بیسش بیشتر. رسیدیم به یه باغ شب را، به درختاش تاب زیر مهتاب، با گروه کری از جیرجیرکا که یه کلبه چوبی بیرمق داشت. نشست رو تاب گفت حالم میدی، بدون هیچ حرفی حلش دادم، موهاش حرکت میکرد عکس جهتش، با موهاش یاد خودم افتادم. رفتم به طرف هیزم با تبر، نمیساختش مدسم با تنم، گفت خوشم میاد کم حرفیا به نظر. چقدر قشنگ میگه موهاش برعکس جهتی که داشت تاب میخورد موج خورد، من یاد خودم افتادم، رفتم سمت تبر که هیزم خورد کنم. متبر نمی ساختش مدسم با تنم، گفت خوشم میاد کم حرفیا به نظرت من گنجم یا خطر. کلی کند چوب شکستم، حس می شد جای خالی تردید، از پشت بازوم و لمس کرد، گفت قد کافی شکستی، سکوت شد. آتیش کلبه رو به راه کردم، از آینه صد تیکه روی تاخچه، از صد تا جهان نگاش کردم، گاردم افتاد تو آر. چقدر تصویر سازی زیباست. کلبه رو، اون کلبه بکتی که گفتش با صدای جیرجیرکا و اینا. آره. اونو الان میگه کلبه رو مثلا آتیشش رو روشن کردم و از اون هزار تا آینه های شکسته روی تاخچه از صد تا جهان نگاش کردم. وای چقدر این شعر قشنگه پسر. خدایا ای، یعنی ببین کی تو چی باشی، فرشاد نمیسنده مثلا آهنگ عاشقانه بنویسه، خیلی خفنه. آدم حسودیش میشه به اونی که براش اینو نوشته. نسبت به موزیکایی که گوش دادیم ازش، حالا اینکه اصلا نشیدیم دیگه خب، ولی من احساس میکنم آخرش میخوان سورپرایزمون کنه. چی مثلا بگه؟ احساس میکنم الان خواب میپره و الان دوخره میکشتش و دوخره یه چیز دیگه است. حالا اگه ترک ها به هم دیگه مرتبط بود مثل بعضی از آلبوم های علی سورنا، ممکن بود این اتفاق بیفته، ولی اینجوری به عنوان سینگلت فکر نمیکنم. ولی همون ترکاش مثل یه کتابیه که وا میشه چند صفحه ما میخونیم یا حس میکنیم یا تصویرشو میسازیم و تمام میشه. بریم الان تو کلبه ایم، آتیش روشن شده، از صد تا جهان نگاش کرده. تیکه روی تاخچه، از صد تا جهان نگاش کردم، گاردم افتاد تو آرامش زن بودنش، کل داد و فریادم افتاد، جانم افتاد، اعتراض سازم افتاد. تموم کنین. زن بودن یه آرامشی داره فکر میکنم، گاردش تا حالا کسی بهش شاید اشاره نکرده بود. میگه نگاه کردم به زن، آرامش زن بودنش، حسادت کردم به این موضوع اصلا. یادم افتاد، جانم افتاد، اعتراض سازم افتاد. تموم کنین نگرانی، نوازشم کرد، گفت درمانی. تا اومدم جمله بعدو بگم، بوسه رو لبهای خامم افتاد، در هم تنیدن تنهامون، سکوت بود و نفس هامون. بعد باز شدن در قفس لذت، گوشم رفت روی نوت قلبش، گفت حالا بگو آرزو چیه. گفتم اینجا زمان چه متوقف، خندی بشکن زد، بعدش جهان نبود متحرک. Come on man بی خیال بابا، بچه ها نوشته بودن آلبوم رو گوش بدید، پشماتون میریزه، پشمامون ریخ حاجی، پشمام
عجب بابا وای وای ببین داستان شد سرش گذاشت سینه دختره گفت چی میخوای الان گفت میخوام زمان وایسه بعد بشکن زد بعد صدای بشکنش هم اومد خدایا چرا زمان خیلی خفن بود این کارو میکنی عجب بی خیال خیلی خفن بود آخه بعدش جهان نبود متحرک ببین حرفایی که بزن تو ذهن هر انسانی ممکنه باشه مثل خوره بخوره شو دل بکن دل بکن پاشو برو بیرون زشت خجالت نمیکشی ای بابا چه کاری داری میکنی داشت نکن فول فلان این حرفایی که تو ذهن یه نفر ممکنه باشه چون توی اون گفتشون درای لذت که باز شد من دیگه رو گوشم با نوت قلبش یکی شد دیگه آره نه این الان داره اون صدای دوباره براش میاد من 10 ثانیه آخرش گوش دادم نمیتونم نظر بدم نمیخوام تموم شه ببین ساده اصلا برو بیرون این کلن داره همون خوره فکریه رو باز دوباره داره پوشش میده که اینکه مثلا دقت کرده باشی توی آخر موزیک چند نفر دارن بهش میخندن چند نفر دارن بهش عذاب وجدان میدن چند نفر دارن چی میکننش جاجش میکنن قضاوتش میکنن و همین جوری میدونی کسی که داره یه آدمی که حالت پارانوید داره رو که وارد موزل مثلا حالا موزل که اشتباه گفتم ولی وارد مثلا یه رابطه شده چه چیزهایی براش موزله کسی که پارانویده کسی دقیقا. که مشکل وسواس فکری داره اولا اینکه اجازه نمیده خیلی راحت کسی بهش نزدیک بشه و بعد از اینکه نزدیک میشه چه سری مسائلی مثلا ممکن اذیتش بکنه و حتی مثلا بعد از اینکه رابطه جنسی با طرف برقرار میکنه باعث میشه که باز یه سری خورهای فکریش بیشتر بشه خجالت بکش بره آفرین و این به نظر من واقعا این یه نوع مرضیه روانیه که داره توی موزیکاش استفاده میکنه و به نظر من اولین باره که یه نفر داره همچین کاریو میکنه و واقعا خفن و دمت گرم من خودم به شخصه خیلی دوست داشتم و عالی بود به نظر من من واقعا حرفی ندارم اصلا هیچی نمیشه راجع بهش گفت فوق‌العاده بود یعنی خیلی عالی بود از همه لحاظ و کاملا از ریاکشنمون هم بچه‌ها پیدا بود و ما ترک‌ها رو اصلا گوش نمیدیم قبل از اینکه بخوایم ریاکشنش رو بگیریم اصلا و ابدا چون جذابیت کار از بین میره به نظر من حتی اگه من حاضرم استری جاهاشو اشتباه بگم و اشتباه بکنم ولی هیچ وقت ترک‌ها گوش نکنم ولی برای اولین بار که میشنوی خیلی خفنه ولی قطعا باید دوباره بشنوی چون میگم همه ترکاش اینجوریه ترک تماس که ریاکشن قبلیمون بودم توش هم تو اونم گفتم خیلی کارش خفنه لینک اسپاتیفایش رو سانکلود فکر میکنم سانکلود داره لینک سانکلودش رو براتون میذارم تو دیسکریپشن حتما برید بشنوید اگر هم ویدیو ما خوشتون اومد میتونید ویدیو رو لایک کنین کامنت بذارید نظرتون رو برامون بنویسید هر چی باشه با عشق میخونیم دوست داشتید میتونید کانالو سابسکرایب کنید که ویدیو بعدی رو از دست ندین چون این آلبوم قراره که تا انتها بریم خوشحالم که تا اینجا ویدیو با ما بودید ممنون که ما رو مهمون نگاه گرم و مهربونتون کردید امیدوارم ایام به کامتون باشه خیلی مراقب خودتون باشید بچه‌ها خدافظ خدایش خیلی بمب بود آی بریم دیگه خدافظ بریم